سلام دوستان، در جلسه قبل با مزیت‌ها و کاربرد جدول آشنا شدیم. حالا تو این جلسه می‌خوایم در مورد تیبل ها و اینکه در مورد چگونگی کنترل تیبل ها و خب امکاناتی که این جدول واسه ما دارن آشنا بشیم. حالا بیاین تو قسمت تیبل، من اگه توجه کنیم وقتی که رو تیبل قرار می‌گیرین یه تب دیزاین باز میشه اینجا. خب این دیزاین رو اگه نگاه کنین، قابلیت های کنترل تیبل هم رو داره به من نشون میده. من میتونم اینجا رنگ تیبلمو که همون اول اگه یادتون باشه من اینجا یه تیبل تعریف کردم، آبی بود دیگه، من میتونم بیام اینجا رنگ تیبلم رو عوض کنم، بیام تو قسمت دیزاین رنگش رو بکنم سبز یا هر رنگی که مثلا اینجا دوست دارم، یا اصلا هیچ کدوم از اینا رو دوست ندارم، میتونم یه نیو تیبل استایل درست کنم و بیام اینجا روی استایل اول اسم استایلمو تعریف کنم، مثلا بگم مای تیبل. خب بعد بیام اینجا مثلا هول تیبل. اینجا یه مقدار مثلا تعداد امکاناتی که دارم واسه فرمت بندی جدولم زیاده، مثلا توی هول تیبل یعنی کارهایی که بر کل جدول تاثیر میذارم. وقتی که فرمت رو روش میزنم، حالا میتونم بیام بگم که بوردرش چی باشه، به طور مثال بوردر داشته باشه، مثلا اینجا نگاه کنیم بوردرها سبزن، من بوردرها رو میخوام مشکی بذارم باشن دیگه. وقتی که آتلاینش رو بذارم و داخلش هم بذارم، میبینی اینجا نشون میده که کجا رو داره تیبل میذاره. فیلش چه رنگی باشه، فیلش خوبه همین سبز باشه، نمیخوام تغییراتی داشته باشه توش. فونتش چجوری باشه؟ ببینید اصولا باید فونت رو بتونین تغییر بدین، ولی بسته به ویندوزتون، مثلا تو ویندوز من نمیشه، ممکنه یه ذره محدودیت ها رو واسه تون ایجاد بکنم. حالا توی تیبل من میتونم اینجا خودم دستی همه فونت ها رو تغییر بدم، بهتون نشون میدم. مشکل زیادی تو تیبل نه، ولی تو اسلایسر ها که الان جلوتر با هم میبینیم، اونجا یه مقدار این فونت اذیتمون میکنه اگر فونتتون توی ویندوز خوب تعریف نشده باشه مثل فونت من. زیادم باسم مهم نبودش که حالا فونتمو بخوام تغییر بدم، ولی جایی که مهمه میتونین این فونتتون رو درست کنین. وقتی که اینو اوکی کنم و اینم اوکی کنم، الان تغییر رو ندیدین به خاطر اینکه استایلش رو من هنوز عوض نکردم. وقتی که اینو باز کنم برم تو مای استایل، میبینین کلا رنگش رو عوض کرد و سفید کردش و بوردرها رو واسه من گذاشتش و هنوز تیبل رو میشناسه. چرا سبز نکرد؟ به خاطر اینکه من از روی این استایل که نساخته بودم، یه استایل جدید ساخته بودم. اگر بخوام از روی همین استایل و این استایل رو تغییر بدم چی کار باید بکنم؟ میام اینو کلیک راست میکنم روش، داپلیکیت میکنم. وقتی که داپلیکیت میکنم یه استایل جدید واسه من درست میکنه که اسمشو میذارم حالا مای استایل 2 بر اساس همین جدولی که داپلیکیت کردم. و حالا وقتی که بیام فرمتش رو بخوام عوض کنم و فقط بوردرش رو مثلا مشکی کنم، ناگهان هنوز مشکی نکرده، باید اول تعریف کنم اینا رو، بعد مشکی میکنه و اوکی کنم و بعد بیام اینجا انتخابش بکنم، اون تیبلمو با رنگ سبز و بوردرهای مشکی واسه من میاره. خب دیگه چه امکاناتی داره میتونم تغییر بدم؟ بیام اگه کلیک راست کنم و مودیفای رو باز بزنم، این هول تیبل بود، فرست کالم استریپ یعنی اولین کالم من، سکند کالم استریپ دومین کالم من، اینا کالم های مهمی هستن، فرست و سکند، به خاطر اینکه اولی نشون دهنده آیدی ها یا مثلا همون شماره پرسنلی چیزهایی که متمایز هستن هستش، و اگر زیاد متمایز نبود میتونی از سکند کالم استفاده کنی به عنوان کالم متمایز. لست و فرست کالم رو دوباره اینجا جدا کرده. بعد فرست رو استریپ هستش که فرست رو میتونی تغییر بدی، توتال رو هستش که حالا بهتون نشون میدم کجا میادش. هر کدوم از اینا رو میتونین جداگونه تغییر بدین، به جای اینکه هول کالم رو عوض کنین مثلا بیاین هدر رو فرمتش رو مثلا فیلش رو کلا بکنین مثلا نارنجی و اوکی کنین و میبینین که هدر منو کرد نارنجی و فقط هدر منو تغییر دادش. خب حالا این از استایل ها بود. پس میتونین هر نوع استایلی که خواستین رو درست کنین و از طریق اون جدول زیبایی رو تهیه کنین. خب بیاین تو آپشن های بعدیش هم با هم ببینیم. اینجا آپشن هایی هستش که تیبل استایل میتونه نشون بده، به طور مثال فیلتر باتم، میتونیم اینا رو فیلترها رو بردیم. اگه تیک اینجا رو بزنیم تو قسمت هوم ما یه دونه فیلتر هم داریم، نا کنین اینجا من میتونم فیلتر کنم، اینجا هم میتونم از فیلتر استفاده کنم. خب الان اینو زدم برگردون، و
وقتی که من تیک اینجا رو بردارم، توی اینجا من تیک در حقیقت فیلترم هم برداشته شده، با هم همسان هستم. وقتی که اینو بزنم دوباره انگار تیکش نیست، بعد دوبار بزنم تا دوباره فیلتر من بیادش. پس حواستون باشه که اگه اینجا تیکش رو مثلا میذارین، اینا یه ذره مثلا واسه اون شخص بعدی که قرار کار کنه ببینین کدوم راحت داره. اصولا من خودم از این فیلتر باتون استفاده میکنم، میام از اینجا استفاده میکنم، میگم آقا فیلترش باشد یا نباشد، به خاطر اینکه خیلی ها با این باتم آشنا هستن و راحت تر هستن، و اگه اکسل دست کسی دیگه ای باشه از اون استفاده میکنم. وقتی که اونجا فیلتر باتم رو بردارین، اینجا دیگه تیکش برداشته میشه. خب فرست کالم رو مثلا نشون بده، لست کالم رو نشون مثلا باز بکنم، میبینین این اگه مثلا اینجا من دیتا بزنم، خب اینجا اگه دیتا بزنم میبینیم فرست کالم منو بولد میکنه، یعنی این که واسه من مجزا هستش، یه چیز متفاوتی هستش که نمایانگر مثلا رکوردای من هستش. لست کالم منو مثلا بولد بکنه. خب اینم بندد رو هم که مثلا میاد رنگا رو مثلا تعریف میکنه، واسه جایی هستش که بیشتر میخوایم دیتا ها رو به صورت دیسنیک و حالا جداگونه تعریف بکنیم، که حالا اینجا زیاد تعریفی نداره من از اینا استفاده بکنم. خب اگر اینجا من روش وایستم، میاد خودش یه سری توضیحات واسه من به انگلیسی میگه که چه تغییری رو میخواد اعمال بکنه. هلپ اکسل به صورت یه پاپ اپ به من نشون داده میشه که خیلی جاها کمک کننده است. خب یه دونه دیگه هستش که توتال رو، توتال رو اگه بزنیم یه دونه سطر به من اضافه میکنه، این سطر رو به انتهای جدولم. من اینجا اگه مثلا 51 رو بزنم دیگه الان به جدول من اضافه نشده، باید بیام مثلا یه دونه رو بهش اینجا کنترل کلیک راست بکنم، یه دونه اینزرت بزنم که جدول من یه دونه بیاد پایین تر. خب من اگه بخوام فرمول بنویسم اینجا هم میتونم اضافه کنم، رو من اضافه میشه. من اگه مثلا اینجا این رو هم بکشم میاد پایین تر، ناکنین اگه اینجوری بکنم خودش خودکار میاره پایین تر، قابلیت خوبی هستش. ولی وقتی که من بخوام هر دفعه بیام به انتهای تیبلم دستی یه دونه عدد وارد کنم، اون یه ذره سخت میشه و کار خوبی هم نیستش. بر فرض مثال من تو این تیبلم ناکنین چقدر رکورد ثبت کردم، خیلی رکورد دارم دیگه، 1444 تا رکورد رو ثبت کردم. خب هر دفعه یکی بخواد بیاد آقا من حالا یه شخصی وارد کرده 1444، بعد حالا مثلا اینا رو وارد بکنه تک تک، سخت دیگه. علت این که از فرم هم از همون ابتدا استفاده کردیم همینه، من این فرم رو ایجاد کردم، کسی که میخواد ورود اطلاعات بکنه میاد فقط اینجا اطلاعات رو وارد میکنه و بعد دکمه ثبت رو میزنه، که در انتهای دوره آموزشی خواهیم دید که چجوری از دکمه ها استفاده کنیم که اطلاعات به صورت خودکار ثبت بشه. من اگه این ثبت رو بزنم میگه دیتا ثبت شد، و بعد بیام اینجا دیتا تیبل، میبینیم که دیتا 4444 منم خودکار ثبت شده. خب اینا رو در انتهای این دوره نحوه کار کردن با وی بی ای رو خواهیم دید که چجوری میتونم یه چنین دکمه رو بسازم. پس من اینجا نباید زیاد نگران باشم اگه یه دونه سطر توتال اضافه کردم، میخواستم اینو بگم که زیاد نگران نباشید. خب این سطر توتال هم میتونم به اوریج تبدیل کنم، به کانت نامبر تبدیل کنم، و فعلا نان بذارم و اسمشو بذارم مجموع، مثلا کسی که میاد بفهمه که این مجموعه. بعد دیگه تو هر سطر این من میتونم دوباره از امکانات تیبلم استفاده کنم و بگم آقا واسه این ستون من اوریجش رو بگیر که اوریجش اینقدره، واسه این الان چی رو گرفته؟ سام گرفته، ماکسیمومش رو بگیر که 57ه. چرا این هر دفعه تغییر میکنه؟ این رند بیتوین است دیگه، من هر دفعه یه کاری رو تو اکسل انجام میدم این فرمول منم تغییر میکنه. خب پس ما با توتال رو هم آشنا شدیم که یه سطر رو اضافه میکنه. حالا بیایم از این امکانات اینجا استفاده کنیم. رفرش واسه زمانی هستش که من این تیبلمو لینک کردم به یه دیتابیسی خارج از اکسل، که الان اینجا من تعریف نکردم دیگه. واسه بچه‌ای که شیر پوینت استفاده میکنن این شاید خیلی کاربردی هستش، به خاطر اینکه شیر پوینت، حالا اونایی که آشنا نیستن زیاد توجه نکنن چون توضیح دادنش خیلی طولانی میشه، ولی کسایی که با شیر پوینت کار کردن میدونن که شیر پوینت یه خروجی اکسل به من میده که به حالت تیبل هستش و یه کانکشن رو بین این تیبل موجود و اون دیتابیس ایجاد میکنه که میتونم دیتاهامو به روز رسانی کنم. اکسپورت هم میتونم
یه دونه خروجی از این تیبل هم بگیرم. ناکنین من اکسپورت تیبل تو شیرپوینت لیست میتونم داشته باشم که واسه بچه‌ای که با شیرپوینت آشنا هستن کاربرد داره، و اکسپورت تیبل تو ویزیو پیوت دایگرام. من چون نرم افزار ویزیو دارم اینو میشناسه دیگه. خب من یه قابلیتی تو نرم افزار ویزیو دارم که پیوت دایگرام هستش و میتونم این تیبلمو به اون ویزیو تبدیل کنم، که حالا اینا بحث‌های فراتر از اکسل هستن، زیاد لازم نیست با شما آشنا بشین. با اسلایسر یه ذره جلوتر حالا کار میکنیم. سامورایز وید پیوت تیبل هم یه جلسه جداگونه باتون میذارم، در مورد پیوت تیبل ها آشنا میشیم که چجوری من از این تیبل هم پیوت میگیرم. ریموف داپلیکیت هم که دیدیم اینجا هم دوباره واسه تیبل جدا آورده. یه دونه هستش کانورت رنج تو رنج. خب یعنی چی؟ یعنی اگه من اینو بزنم از من میپرسه آیا میخوای این تیبل تو جدول تو به یک محدوده نرمال تبدیل کنی؟ یس که بکنم این فرمتشو داره، ولی دیگه تیبل نیستش. ناگهان اون تب دیزاین هم پریده و من میتونم اینجا یه ستون دوباره تکراری داشته باشم، واحد مثلا. میبینید هیچ مشکلی هم واسم نگرفته. ولی اگه من تیبل داشتم، مثلا الان حالت تیبل کنترل زد زدم دوبار واحد رو بزنم، خب میکنه واحد دو به صورت خودکار، به خاطر اینکه میگه چی؟ تکراری نباید تو سر ستونا باشند. خب این رو هم دیدیم. بریم تو دوباره تب دیزاین، بیایم با نیم کار کنیم. نیم چیه؟ من هر تیبلی که درست میکنم یه محدوده رو به خودش اختصاص میده دیگه. مثلا الان تیبل من این محدوده رو به خودش اختصاص داده. این محدوده یه اسمی رو توی اکسل ایجاد در نظر گرفته. این اکسل الان نیم تیبل یک رو مثلا مای تیبل کنم، اینو میتونم تغییر بدم مای تیبل. الان وقتی که تغییر میدم اینو، اسم جدول من به مای تیبل تغییر کرده. خب این ریسایز هم البته میتونم بزنم که خودم خودکار مثلا دستی ببخشید این اندازه تیبلمو تعویض کنم، چیز خاصی نیستش. خب نیم ها به چه کاری میان؟ من خیلی وقتا میخوام به یک محدوده رجوع بدم، و وقتی که میخوام به یک محدوده رجوع بدم از اسم ها استفاده میکنم. اسم ها کجا ذخیره میشن و به چه صورت ذخیره میشن؟ هر تیبلی که من اولا ایجاد میکنم یه اسمی رو باید داشته باشه، که اینجا اسمش مای تیبل. وقتی که تو هوم باشین، ببخشید هوم نه، وقتی که این پایین بیای این تیکه، من هر جا که هستم اسم اون سلولمو نشون میده دیگه. وقتی این تیک کلیک رو بزنم، این مای تیبل هم نشون میده و میتونم اون محدوده رو واسه من سلکت میکنه. پس اسامی یه جا اینجا هستن که نشون میده. خب کجا میتونم این اسامی رو تعریف کنم؟ اگه خاطرتون باشه تو جلسه قبلی من گفتم واسه روز، ماه و سال هم بیاین دیتا والیدیشن تعریف کنیم. خب من یه دونه واسه روز تعریف میکنم، اینجا میام روز میذارم و 1, 2, 3 تا 31 میخوام برم دیگه. خب اینو میام میگیرم و تا 31 ادامه میدم. خب حالا من میتونم دیتا والیدیشن مثل همین یکی که اینجا توضیح داده بودم بیام توی فرمم هم بگم چی؟ اینجا دیتا والیدیشن به کار ببر، دیتا والیدیشن، و از نوع لیست باش و بیا اون محدودمو سلکت کن، که امیدوارم شما هم واسه خودتون قبلا این کار رو کرده باشید. این محدودمو سلکت کن و اوکی کن. خب مشکلی نداره، اینو واسه من درست میکنم. اما یه کار دیگه ای که میخوام بکنم چیه؟ کنترل زد کردم. نمیخوام بیام بگم که اگه مثلا روز من تغییر کرد یا تغییراتی تو این روزم اعمال شد، حالا دوباره بیا این رنج رو از اول بگیری. که توجه کنین من این رنجی که واسه این تعریف میکنم ابسولوت هستش، که حالا جلوتر واسه تون ابسولوت اینا رو خواهم گفتش احتمالا تو قسمت فرمول نویسی ها چون به کار میاد اونجا واسه تون تعریف کنم. مثلا این قسمت رو بگیرم، نمیخوام بیام هر دفعه بگم این رنج رو تغییر بده یا استفاده کن. میخوام به یک محدوده رجوع بدمش، بگم به محدوده روز برو و از اون استفاده کن. واسه این کار من اگه بیام تو قسمت فرمول ها نیم دارم، دیفاین نیمز دارم. من یه روش تعریف کردن نیم هم اینه که این کلا این قسمت رو بگیرم، دیفاین نیم رو بذارم، میگه اسم نیم تو بگو، خودش خودکار میفهمه که اولیش هست روزه، و رنجش هم تعریف بکن و اوکی بکن. میخوای اسکوپش تو این ورکبوک باشه، توی فقط فرم باشه، یا دیتا والیدیشن این شیتایی هست که اینجا دارم. من میخوام تو کل ورکبوکم از این روز استفاده کنم و بعد اوکی میکنم. یوزین فرمولا میتونم اسممو توی فرمولایی که نوشتم استفاده کنم، که فعلا
نمیخوام استفاده کنم توی فرمولا، با این زیاد کاری نشه چون یه ذره بحثش پیشرفته ممکنه گم بشه. create from selection چجوری هستش؟ مثلا من میام اینجا create from selection میکنم، میگه از روی تاپ رو من نیم منو تعریف کن، از روی left کالم من این نیم منو تعریف کن، به صورت خودکار میاد خودش از روی این یه نیم تعریف کن. حالا وقتی که من یه نیم رو تعریف کردم، بیام توی نیم منیجر میتونم نیم هام رو ببینم و تغییرات رو توی اون اعمال کنم یا اینکه فیلترش کنم. شما هر تعدادی که بخواید میتونید نیم تعریف کنید، البته محدود هستش ولی خیلی زیاد میتونید تعریف. اگه توجه کنید تیبل منم یه دونه اسم واسش گذاشته و فهمیده از نوع تیبل هستش و من میتونم اینو ادیت کنم و اسمشو عوض بدم، ولی رنجشو نمیتونم تغییر بدم اینجا، باید برم از تو خود تیبل تغییر بدم. واسه روز چطور میتونم بیام اینجا ادیت کنم و هم رنجشو تغییر بدم هم اسمشو تغییر بدم و هم میتونم دلیتش کنم، ولی خب دلیت نمیکنم. بعد حالا اینجا توی دیتا ولیدیشنی که میخوام تعریف کنم، میام توی دیتا ولیدیشن لیست که بذارم، اینجا مساوی روز قرار میدم. خب اینو اوکی میکنم. الان اینجا فهمید ناکنین فهمید که من کدوم محدوده مد نظرم بدون اینکه بیام انتخاب بکنم و فقط اسم رو تعریف کردم واسش. خب اینم اون نیم ها که میخواستم واسهتون تعریف کنم جلسه قبلی، اینجا واسهتون تعریف کردم. خب بریم ببینیم تیبل دیگه چه امکاناتی داره. من فکر کنم تمام امکانات تیبل رو الان اینجا دیدین دیگه. هم اسمش رو تونستم تغییر بدم، خوبه که اسمها رو با مسما تغییر بدین. اکسپورت و اسلایسر. اسلایسر خیلی خوبه، خیلی کاربرد داره. حالا توی پیوت تیبل بیشترین کاربردشه چون پیوت تیبل واسه گزارش گیره، ولی اینجا ناکنه من 1444 تا دیتا تعریف کردم، الان یه شخصی اومده اینجا میخواد ببینه تو آقا تو یک ماه، ببینین اینجا تو یک ماه چه اطلاعاتی وارد شده تو این سال 1394 تو ماه 4 بتونه مثلا. وقتی که من این ماه 4 رو بزنم خودکار میاد هر چی که ماه 4 فیلتر میکنه. پس اسلایسر ها واسه فیلتر کردن تیبل ها کاربرد دارن. حالا اگه من بخوام بگم تو روز 2 هم باشه، اونایی که تو ماه 4 و روز 2 و سال 1394 هستن، من فقط 94 اینجا داشتم، میاد واسه من فیلتر میکنه هر دوتا رو. خب حالا اگه من بخوام روز 2 و 3 رو داشته باشم چی؟ میام دکمه کنترل کیبورد رو میگیرم و روز 3 هم کلیک میکنم و اون وقت 2 و 3 رو واسه من داره. ناکنین من اگه بیام پایین 3 رو هم میبینم. خب میخوام ببینم چند تا الان داره اینجا. ناکنین اگه این پایین ببینم میگه 41 از 1444 تا ریکورد من پیدا شده وقتی که از این فیلتر استفاده کردم. یه روش دیگه اش هم اینه که من بیام اینجا اینا رو کلیک کنم، اینجا هم اوریجش رو داره به من نشون میده، هم کانتش و هم سامش رو. این مربوط به تیبل نیست، تو همه جا این کار رو میکنه. اگه من بیام تو فرم اینجا تیبل که تعریف نکردم، این دوتا رو بگیرم میاد میگه کانتش 2 اوریجش اینقدره سامش هم اینقدره و میتونی از این اطلاعات استفاده کنیم بدون اینکه فور بگیرم. خب بیایم یه دونه اسلایسر واسه تیبل خودمون تعریف بکنیم اینجا. اینجا الان من زیاد اطلاعات ندارم، شاید اسلایسرم قشنگ نشه. حالا توی جلسات بعد من وقتی اسلایسر رو میذارم دیگه توضیح زیادی در مورد اسلایسر رو نمیدم و فقط در مورد حالا و فقط اسلایسر رو براتون قرار میدم، اونجا سرعت بیشتری میتونیم ببینیم. ولی خب اینجا تعریف میخوایم بکنیم اسلایسر رو. یه اینزرت اسلایسر میذارم، میاد بر اساس هدرهایی که توی جدول من هست شناسایی میکنه میگه کدوما رو میخوای. من به طور مثال میخوام با نام و نام خانوادگی بتونم یه شخص رو فیلتر بکنم. اوکی که بکنم دوتا اسلایسر واسه من قرار میده. یه اسلایسر رو حالا میذارم اینجا، اینا رو پاک میکنم بعدن، فقط میخوام یاد بدم بهتون که اسلایسر شیه. خب میاد اینجا چیکار میکنه؟ اسلایسرهای منو قرار میده. اگه البته اسم توی ویندوزتون خوب تعریف نشده باشه، این نام و نام خانوادگی رو آریال نشون میده و راحت نمیتونه این نام رو عوض کنیم. بهتره که فونت ها رو و زبان فارسی رو توی ویندوزتون خوب تعریف کرده باشیم. خب چون مربوط به اکسل نیستن، حالا من بهتون نمیرم دقیق تر بگم، همین فقط بهتون نکته رو میگم. خودتون میتونید تو اینترنت سرچ کنین و پیدا کنین که چجوری میتونین فونت های فارسی رو توی ویندوز تعریف کنیم.
خب اینجا اسلایسر من قرار داد. حالا بر چه اساس اسلایسر رو قرار داد؟ بر اساس اطلاعات موجود توی اون ستونم. ناکنین همه اطلاعات رو اوورد و غیر تکراری، یعنی 1 تا 24 رو اوورد. و اگه من 1 رو الان کلیک بکنم، اونایی که 1 رو دارن فیلتر میکنه. البته اینجا توی فرمول رفته 1 رو پیدا کرده و فیلتر کرده. بذارین من از فرمول خارج بشم، این رو به صورت عدد در بیارم، یه کپی پیست از ولیو من این روی منو گرفته اشتباه کرد. کنترل شیفت بالا رو میزنم، یه شیفت پایین بزنم، یه سلول میاد پایین تر. این کیبورد ها رو بشناسین خیلی خوبه. کنترل شیفت بالا پایین رو استفاده میکنم واسه اینکه کل محدودمو که اطلاعات وارد شده بگیرم، و شیفت بالا پایین استفاده میکنم واسه اینکه تک تک سلول رو بالا پایین کنم. خب الان من اینو گرفتم، کپی کردم و پیست از ولیو میکنم. خب الان از ولیو پیست شد. خب حالا اسلایسر من وقتی که 1 رو بزنم فقط 1 رو فیلتر میکنه اینجا. حالا درست شد. اونجا چون داشتم تو فرمول داشتم، اون داخل فرمول هم 1 رو آورده بود. حالا اگه مثلا بخوام چند تا رو بگیرم، کنترل و چند تا رو انتخاب میکنم، اگر این رو بزنم خالی میکنه. خب فیلتر اسلایسر ها هم یه تب آپشن رو واسه من باز میکنم که میتونم اسلایسر استایل اسلایسرمو تغییر بدم. اینجا یه سری به صورت پیش فرض داره که من میتونم اونا رو انتخاب بکنم، رنگ بندی ایناشو تغییر بدم، یا اینکه یه دونه نیو اسلایسر تعریف بکنم که مثلا دقیقاً جدول، یا اینکه کپیش کنم، خب داپلیکیت کنم و بعد اینکه داپلیکیت کردم تغییر رو بدم. دقیقاً مثل جدولم هستش که استایل تعریف می‌کردیم. اینجا هم همون طوریه هستش و همون گزینه‌ها رو داره و چیز خاصی نداره، بخاطر من تکرار نمی‌کنم. یه سری گزینه‌های دیگه داره. اگه من اینو ببرم اینورتر، ناکنین این اسم من رفته اونجا. اگه برینگ فوروارد بکنم میاره روی اون، اگه سند بک کنم میبره پشت اون. حالا اینها واسه اینکه اگه من چند تا اسلایسر داشته باشم بخوام تک تک روی هر کدوم از این اسلایسرام بیارم کاربرد داره، به صورتی که اگه چند تا شکل داشته باشم تک تک بتونه اونا رو روی هم دیگه قرار بده. خب الاین چجوری هستش؟ من میتونم اسلایسرها رو الاین کنم با هم دیگه. اگه این دوتا رو با هم کلیک بکنم و الاین رو بزنم و بگم از الاین تاپ الاین بکن، این دوتا رو ناکنیم بالاشو با هم الاین میکنم. خب این دوتا رو من میتونم الاین تاپ کنم، همونطور که دیدین از میدل الاین کنم، از وسطشون، خب یعنی از مرکز اینا رو با هم تراز میکنم. و خب حالا از سمت راست، از سنتر، ببینید اگه از سنتر بکنم دوتا رو میندازه رو هم دیگه، ولی اگه این پایین هم بودن، اینجا بودن، میتونستم از سنتر، از وسط مرکزشون اینجا تراز کنم اونا رو. خب الاین رو هم با هم دیدیم. اینجا میتونم کپشن، اسمی که اینجا نشون داده میشه رو تغییر بدم. اگه اسلایسر سیتینگ رو بزنین، اینجا نیمش نامه، کپشنش هم نامه. نیم چیزیه که خود اسلایسر رو از طریق اون میشناسه. ببینید اسلایسر آندرلاین نیم، من میتونم اینو انگلیسی کنم. و نام چیزی هستش که اینجا نشون داده میشه. ببینید نام نشون داده میشه، کپشنش هم نامه، ولی نیمش شده به انگلیسی شده نیم. نیم تو یوز این فرمولاز میشه نام آندرلاین اسلایس آندرلاین نیم. این به خاطر اینکه همون اول نیم تعریف شده بود، الان اینجا هم دیگه کاریش نمیشه که، و باید از این استفاده کنم توی فرمول های خودم اگه بخوام از اسلایسری استفاده بکنم. خب یه قابلیت دیگه ای که هستش، اینجا من میتونم اندازه اسلایسرم رو تغییر بدم. اول این که بگم چند تا کالم اینجا نشون بده، نه اینجا یه دونه است، اینم یه کالم اینجا است. اگه بکنم اینو دو، اینا دو ستونه نشون میده. اگه بکنم سه ستونه نشون میده. بعد اندازه هر کدوم از اینها رو بزرگ کنم یا کوچیک کنم، و یا عرضشون هم میتونم کوچیک کنم. اگه اینا رو عرضش کوچیک کنم، خود اسلایسرم هم کوچیک میشه. میتونم خود اسلایسرم رو بزرگ کنم یا طولش رو کم و زیاد کنم. اینا واسه اینکه دقت بیشتری داشته باشیم تا بتونیم اینا رو با هم دیگه تنظیم بکنیم و قشنگ بشه، میتونیم استفاده بکنیم. اگر توجه کرده باشین توی فایل عکس اصلیمون که بعدم به این خواهیم رسید، واسه این من اسلایسر گذاشتم، سعی کردم اینا رو طوری اندازه کنم که قابلیت دیده بیشتری داشته باشه. درسته؟ خب اینا رو خالی میکنم. بعد خب اسلایسرها هم با هم دیدیم، خیلی استفاده میشن، به خصوص تو پیوت تیبل.
حالا من یه تیک پیوت تیبل رو اگه بهتون نشون بدم، ریپورت تیبل ها، من اینجا یه دونه اسلایسر گذاشتم و اینو تغییر دادم و ناگهان همه تیبل های من بر اساس این اسلایسر تغییر میکنم و میتونم زمان رو کنترل کنم و وقتی که میخوام خروجی بگیرم زمان رو با سرش کنترل کنم از طریق اون. خب ما با اسلایسر ها بعدن بیشتر کار خواهیم داشتش. الان میخواستم تعریف کلیش رو ببینیم، بعدن کاربردش رو بیشتر خواهیم دیدش. چون تو جداول بودیم گفتم که اسلایسر ها رو هم کامل براتون تعریف بکنم. امیدوارم از این جلسه استفاده کامل رو کرده باشین و خب یه بار تمرین کنیم و همه اینها رو یه تیبل بسازیم و رند بیتوین رو هم حتما تمرین بکنیم و اسلایسر ها هم همچنین، که در جلسه بعد میخواییم وارد فرمول نویسی بشیم و فرمول ها رو با هم دیگه کار کنیم. ممنونم از توجهتون.